الله الرحمن الرحیم. خب من متولد شهر اردبیل هستم، 22 اردیبهشت ماه 1357. حسین رضازاده اولین باری که یک جسم سنگینی رو بالای سر برد و فکر کرد میتونه وزن بردار چه کی بوده؟ سنگین شاید همون بچگی اینا به قول معروف بلند میکردن، ولی نمیدونستم حالا وزن بردار خوبی میشیم یا مدال جهانی المپیک میگیریم. ولی خب دیگه از دوران مدرسه راهنمایی که تو محلمون بود، مدرسه شهید قمیسی که اونجا 22 بهمن بود، از آموزشگاه ها دیگه ثبت نام میکردن رشته های مختلف، که منم معلم ورزشمون هم خودش وزن بردار بود که دیگه ثبت نام کردم. بعد دیگه چون نزدیک مدرسه همون بود سالن وزن برداری شهید علمی، دیگه از سال 1972 بود ثبت نام کردم و دیگه رفتیم ادامه دادیم. ده سالم بود اومدم اردوی تیم ملی، نوجوان بودم ولی تو اردوی تیم ملی جوانان دعوت کردن که همزمان بود با ورود مربی بزرگ ایوانوف از بلغارستان، که دیگه واقعا خب مربی خیلی بزرگ و تاثیرگذار بود و برای وزن برداری کشورمون خیلی زحمت کشید و چندین قهرمانای بزرگ که مدال جهانی و المپیک گرفتن تاثیرگذار بود. ایوانوف به غیر از شرایط تمرین، برنامه‌های تمرینی، نمیدونم اون اصول تکنیکای تمرینی، فکرمون هم به قول معروف جهانی میبرد، المپیکی میبرد. که من یادمه یه زمان میگفت مثلا من میخوام 230 کیلو بزنه در یه مسابقه، من خودم مثلا میترسیدم، میگفتم من 230 مثلا مگه میتونم بزنم؟ مثلا بیشترین وزن تو ایران مرحوم تیموری مثلا 220 225 کیلو دوزر زده بود، که از لحاظ تکنیک از لحاظ روحی هم آماده میکرد. ولی دیگه یواش یواش که تمرینات رو ادامه دادیم، اومدیم مدال های آسیایی یا بازی آسیایی گرفتیم. من 19 سالم بود که مدال برنز بازی آسیایی گرفتم 1998 بانکوک، که رکورد جوانان جهان هم اونجا من ترقی دادم که 228 کیلو زدم. و دیگه خب از اونجا دیگه فکر کنم فکرمون ذهنمون دیگه همه چی آماده شد برای کسب مدال جهانی و المپیک، که بعد یک سال اون من رفتم رکورد یک سر به پد ورزشکار وزنه بردار، تفریحش سر کارش با میلو صف است و واقعا رشته سنگینی هست. و ما برای مسابقات جهانی و المپیک حدودا 8 ماه یا 9 ماه شبان روزی در اردو بودیم. آسیب دیدگی داره، بدن درد داره. شما می‌بینید مثلا من 260 کیلو رو 4 ماه روی سینم می آوردم، حرکت قیچی رو نمیتونستم انجام بدم، یعنی خیلی باید تمرین میکردیم که بتونیم اون قلقش رو به دست بیاریم. و خب قبلا که قبل المپیک سیدنی و واقعا وزن برداری زیاد شناخته شده نبود، بعد المپیک سیدنی که من واقعا توکل مدال طلا گرفتیم یه مقدار باها دادن و شرایط فدراسیون خیلی خراب بود از لحاظ بودجه اینا. و خب اردو مردو هم خوب برگزار نمی شد، یه اردوهایی که می رفتیم از لحاظ امکانات جایی که می دادن زیاد نرمال نبود و نمی تونستن اون شرایط رو اون زمان مهیا کنن. ما حتی چندین مرحله اردو که شمال کشورمون بود، ما تو لب دریا تو هوای آزاد تمرین می کردیم. حتی شاید همه بچه ها که الان همزمان با من بودن، هم دوران ما بودن، بیرون تمرین میکردیم، دوشمون هم یه لوله مثلا میکشیدن با آب سرد، اون موقع مثلا دوش میگرفتیم، من قشنگ یادم. یا مثلا در یه اتاق 3x3 بود، 3 نفر اونجا مثلا ما اسکان پیدا کرده بودیم، یا مثلا همین مجموعه استادیوم آزادی سالن وزن برداریش، من از 17 سالگی دیگه اونجا بودیم، یعنی دیگه خونه دوم ما اونجا بود که شرایطش واقعا خوب خیلی سخت بود. شاید توی تابستون اردو بودیم، کوللش یه دونه بود که بچه‌ها تو راهرو می‌خوابیدن که هوا خیلی گرم بود. میگم حالا بعد از المپیک سیدنی مدال گرفتم، شرایط بهتر شد و بعد اونم که دیگه سال به سال مدال که من گرفتم الحمدلله
بهتر شد و واقعا خب تمرینات شرایطش خیلی سخت بود. ما تو مسابقات، یه مسابقات 2 ساعت طول میکشه، یک ضرب و 2 ضرب که مردم اونو میبینن، ولی ما گفتم 8 ماه 9 ماه برای یه مسابقه آماده میشیم و با شرایط خیلی. اولین باری که طلای المپیک رو گرفت چه حسی داشت؟ حس واقعا خوب، اولین طلای المپیک، طلای سیدنی المپیک که واقعا رونی ولر و چمرکین از روسیه، چمرکین بود، رونی ولر هم از آلمان که قهرمانای بزرگی بودن، یعنی رکورددار جهان المپیک بودن و وزنهای خیلی خوبی میزدن که چندین مدال جهانی و هر کدومشون 2 تا مدال المپیک داشتن که من عکساشونو تو اتاقم زده بودم. همین رونو ویلر که دوم شد، چمرکین هم که از روسیه بود، تو اتاقم من عکساشونو زده بودم که میخواستم مثل اینا وزنه بدنم که لطف خدا تو المپیک سیدنی بغلم وایستادن که اومدم رکورد 1212.5 رو زدم و 2 ضربم 260 کیلو. حسین رضازاده فکر میکنم هلوش فکرم 10 سال قوی ترین مرد جهان شناخته میشه دیگه، حالا یه خورده بالاتر و پایین تر. این قوی ترین مرد جهان بودن چه حسی داره؟ یعنی اینکه شما میرید تو خیابون الان واقعا این حسو دارید که قوی تر از همه مردم حداقل ایرانی؟ نه خب این یه اصطلاحی گذاشتم تو المپیک، سریع ترین، بالاترین، قوی ترین، 3 تا شعار المپیک که این 3 تا مدال خیلی مهم است. چه تو المپیک سیدنی من طلا گرفتم، قوی ترین لقب مرد جهان دادن به من. چون خب نه، ما خب دیگه وزن بلند کردن حالا قوی هستیم، ما به قول من برای خوشحال کردن دل مردم و خب مردم ایران هم واقعا همشون محبت دارن به قهرمانای ملیشون، به خصوص به بنده که حالا شاید الان نتونم یه مثلا اون موقعی که 260 میزدیم الان مثلا 100 کیلو رو به زور برداریم، باید چند سال تمرین باید بکنیم. حسین رضازاده با پیرهن تیم ملی ما چند تا مدال رنگارنگ داره؟ 2 تا مدال طلای المپیک دارم، المپیک سیدنی، المپیک آتن، و 4 تا مدال طلای جهان و 1 مدال برنز جهان، 2 تا مدال طلای بازی های آسیایی و 1 مدال برنز بازی آسیایی و فکر کنم 6 تا مدال طلای بزرگسالان آسیا دارم. آقای سایی و آقای دبیر راه انداز رسم ورزش به شورای شهر و به سیاست و به مدیریت بودین، درسته؟ آقای جدیدی هم هست دور چهار. بله، آقای جدیدی هم بودن توی این دسته. چرا یک قهرمان کشوری اصلا بد نیست تا چرا، برای اینی که هم من هم خیلی از مردم آگاه بشیم که چی شد که خیلی از قهرمان‌های جهان و المپیک ما بعد از دوره ورزششون به جای اینکه شاید یک سمت ورزشی مثل ریاست فدراسیون اون ورزش یا خیلی از سمت‌های ورزشی دیگر رو به عهده بگیرن، اومدن شدن یک مدیر شهری یا یک مدیر کشوری. حالا شاید قابلیت خودشونو مثلا تو اون قسمت‌ها دیدن. من خودم 5 سال رئیس فدراسیون بودم و عناوین‌های مختلفم کسب کردیم و بعد اون به قول معروف اومدم شورای شهر و تو شورای شهر هم که این بچه‌ها که دوستام نام برده 4 نفر ورزشکار هستیم. حالا شاید بعضی‌ها این گفتن انتقاد می‌کردن، ولی واقعا من از برنامه شما میگم ورزشی ها خیلی تاثیرگذار هستن تو شورا، تو کارهایی که هستن. الان هر کدوممون تو یه کمیسیون هستیم، یعنی شورای شهر 6 تا کمیسیون داره که هر کدوممون تو یه کمیسیون هستیم که واقعا تو یه کمیسیون های مختلف هم یه کمیته هست که هر کدوم از بچه ها به قول معروف تاثیرگذار هست تو مدیریت شهری و کارهایی که صورت میگیره که الحمدلله موفق هستن که حالا بتونن که به قول معروف بچه های دیگه یا کارهای ورزشکار های دیگه هم که بتونن قابلیتشو داشته باشن چه شورا چه جای دیگه به قول معروف ورود کنن. کلن رابطتون با سیاست خوبه؟ ببین شاید شورا شهر اصلا سیاسی نیست، مثلا شاید میگن شورا شهر سیاسیه یا سیاسی شدن ورزشکارا، نه به قول معروف ما اصلا فکر کنم هیچ کدوم هم سیاسی هم نیستیم و سیاست هم قولون ورود کنیم خوب هم نیست. و همون میگفتم مدیریت شهری خدمت به مردم عزیز خوب شهر تهران هستیم که کارهای مختلف رو بتونیم. منم اومدم یعنی بعد از دوران قهرمانیم بود که 2 سال بود وزن مرداری نمی کردم که این اتفاق افتاده بود و خب من 2-3 بار به فدراسیون جهانی مقرش تو
مجارستان بود رفتم و ارتباطی خوبی که با رئیس فسنجانی داشتم تماشایان بخشیدم و دیگه تعلیق نکردم ولی جریمه کردن طبق اون مقررات و آیین نامه فدراسیون جهانی که دیگه اومدیم فدراسیون رو و آقای کوروش باقری هم آوردن به عنوان سرمربی تیم ملی که برنامه‌های مختلفی ما پیاده کردیم که یکیش همه مبارزه با دوپینگ بود که تو 5 سال که من بودم هیچ بچه‌ای به قول معروف دوپینگشون در نیومد که واقعا خب اسمش دوپینگ ولی شما ببینید بتامتازون ال آ یا قرص سرماخوردگی یا قرص‌های دیگه جزو داروها لیست‌های ممنوع است که اسمش دوپینگی که حالا آگاهانه یا ورزشکار ناآگاهانه به این موزل دوچار میشد که ما تو 5 سال هم الحمدلله 2 بار بزرگسالان سوم جهان شدیم. ما برای اولین بار جوانان جهان 2011 اول جهان شدیم جوانان، یعنی استادیابی که کرده بودیم بچه‌های مختلف روشون کار کرده بودیم اومدیم تو 2010 قهرمان جوانان جهان شدیم. در سال 2012 سال المپیک لندن بود بازم سوم جهان شدیم و از همه مهمتر تو المپیک لندن تونستیم از 6 نفر ورزشکار که 6 تا سهمی گرفته بودیم 4 نفر 4 تا مدال بگیم، یعنی از 8 تا مدالی که تو آقایون هست ما 4 نفرمون مدال المپیک گرفتیم. حسین رضازاده اگه بخواد یه پیام برای کسایی که شاید امروز درگیر اعتیاد هستن، امروز با دخانیات سر و کار دارن، بده چی میگه به عنوان یک ورزشکار حرفه‌ای؟ پیام واقعا هر موقع تصمیم بگیرم برای برگشت دیر نیست، چون امیدوارم حالا تصویر ما رو میبینن صدا ما رو میشنون که هر موقع تصمیم بگیرن با جدیت با قاطعیت هیچ وقت دیر نیست و با همین ورزش‌های معمولی ورزش‌های همگانی ما هم تو شورای شهر که الان ورزش همگانی تو شهر تهران هم بیشتر کردیم بهترین راه مناسب برای همین از دوری از اعتیاد و نمیدونم از این سیگار ایناست. قهرمان المپیکی کشورمون میخوام که با کلمه امضا اسم برنامه ما یه جمله بگه. با امضا؟ با امضا امضا و اسم خودتون البته. حسین رضازاده و امضا. فکر کنم حسین رضازاده تا با امروز چندین میلیون امضا داده. به خوبه آقا. خیلی خوبه آقا.